این غذا عطر و طعم بهشتی داره. آلبالو پلو که یکی از اصیل‌ترین و خوشگل‌ترین غذاهای ایرانیه. برای درست کردنش آلبالومون رو چند دقیقه تو آب و نمک خیس میکنیم. بعد روش رو آب میگیریم، چوبش رو جدا میکنیم و هستش رو در میاریم. حالا تو تابمون میریزیم و شکر رو بهش اضافه میکنیم که به ازای هر پیمونه برنج یک و نیم قاشق غذاخوری هست. با شعله بالا فقط 10 دقیقه میجوشونیم و کف روش رو میگیریم. وقتی آماده شد کنار میذاریم. برای برنجمون هم میخوایم از برنج کشت دوم ارغوان استفاده کنیم که عطر و طعم و پختش بی نظیره. 6 پیمونه تو ظرف میریزیم و میشوریمش. با آب و نمک 2 ساعت خیس میکنیم. آب که جوش اومد برنجمون رو میریزیم و 7 دقیقه با شعله زیاد میجوشونیمش. وقتی به این مرحله رسید و قشنگ قد کشید آب کشش میکنیم. برای تدیگ ورقه های سیب زمینی رو به کنجد میزنیم و کف قابلمه میچینیم. یه مقدار زعفرون روش میریزیم و برنج رو اضافه میکنیم. تو این مرحله آلبالوها رو لابلای برنجمون نمیدیم. میذاریم برنجمون کامل دم بکشه. بعد روغن داغش رو میدیم و توی دیس تقریبا بزرگ میکشیم. اون تدیگای دلبرش هم برای کنار غذامون در میاریم. حالا سس آلبالویی که آماده کرده بودیم و توی این مرحله به برنجمون اضافه میکنیم. برای عطر و طعم بهترش هم یه مقدار کره آب شده میریزیم و خیلی آروم مخلوطش میکنیم. با این روش رنگ آلبالوها تیره نمیشه و غذامون هم خوش رنگ تره. در آخر هم تو دیس سروهمون میریزیم. دیدید یه وقتایی میشه که هم مهمون داریم هم تایم کافی برای درست کردن چند مدل غذا نداریم. برای همین ما امروز غذامون از کترینگ خوب ارغوان که یکی از قدیمی ترین ها سفارش دادیم. چون هم کیفیتشون عالیه، هم عطر و طعم غذاهاشون مثل غذاهای خونگیه. با خیال راحت میتونید از مهموناتون پذیرایی کنید. حالا مرغا رو روی آلبالو پلومون میچینیم و با برنج زعفرونی و خلال پسته تزئینش میکنیم. اینم از آلبالو پلوی خوشگل و خوشمزمون که با برنج درجه 1 ارغوان درست کردیم و کیفیتش واقعا عالی بود. البته در کنارش مرغ و کباب ها رو هم با دورچین جذاب و خوشمزشون از کترینگ ارغوان گرفتیم که مثل غذاهای خونگی خوشمزه و عالیه. با خیال راحت میتونید برای مهمونیاتون بهشون سفارش بدین. ارسال به کل تهران هم دارن.